سلام و وقت بخیر. با ویژه برنامه امروز با من زهرا قاسمیار خوش آمدید. برنامه امروز را اختصاص دادیم برای معرفی برنامه‌ها و فعالیت‌های دانشکده ژورنالیسم رنا. و مهمانان برنامه ما استاد فرشاد عمری، مسئول استودیوهای ژورنالیسم رنا، و همچنان دو دانشجوی ما زاهد همایون و اکسیر زاهد، دانشجویان فعال در بخش برنامه‌های تولیدی ژورنالیسم رنا. در لحظات آغاز برنامه از فرشاد عمری، مسئول استودیوهای دانشکده، می‌خواهیم کوتاه در رابطه با اهمیت برنامه‌های عملی رسانه‌ای ژورنالیسم رنا بر ما بگویند. خب تشکر. در ابتدا سلام خدمت شما، خدمت تمام بینندگانی که از طریق رنا میدیا دنبالگر برنامه فعلی ما هستن، و همچنان سلام تقدیم میکنم به دو میهمان و دانشجوی مستعد ما. در رابطه با اهمیت برنامه‌های عملی کوتاه می‌خواهم اشاره کنم در اینکه ببینید در جهان تعلیم و تربیت در کل ما سه نوع آموزش داریم. یک آموزش از طریق تفسیر و تشریحی هست، دومش آموزش از طریق تجربه و عمل است، و سومی هم برمیگرده به آموزش از طریق بحث و استدلال، که در میان اینا آموزش از طریق تجربه و عمل در کل پایه تمام تعالیم جهانی هستند. و امروز ما شما اگر ببینیم آموزش عملی در صدر برنامه های آموزش تمام پانزده های معیاری جهان قرار دارد، و در جهان امروزی معمولا اینا کوشش میکنن حتی درس های نظری را به گونه عملی به دانشجویان بیاموزند. و همین بخشی که به شما معرفی کردم، حالا اگر اینا ما تقسیم بندی کنیم، آموزش تفسیری و تشریحی برمیگرده به دوره مکتب، یعنی یک دانش آموزی که در مکتب میره با مواد علم پردازه، علم بیولوژی، تاریخ، فیزیک اینا رو یاد میگیره، نیاز است که به این دانشجو باید آموزش از طریق تشریحی باشه بفهمانه، چون ذهن امی دانش آموز کاملا خالی هست و ما ایر آماده میسازیم بر حوزه دانشجو علم اینا رو میکشنیم، و به او دلیل لازم است که بیشتر باید درس ها هم به گونه تشریحی و نظری باشه. ولی زمانی که امی دانش آموز یک قدم فراتر میگذره و میه وارد مقطع لیسانس میشه در پانسون میه، اینجا لازم است که ما دیگه همون شیوه های مکتب نباید دوباره بر اینا ما تطبیق کنیم و همون شیوه تشریحی و تفسیری پیش بریم. لازم است ما گناه عملی رو وارد نظام آموزشی بسازیم. با او دلیل اینجاست که اهمیت برنامه عملی بیشتر ما میتونیم دی بار بپردازیم و فایده میسازه اهمیت شده ای بخش، که در مقطع لیسانس باید بیشتر برنامه ها به شکل چی باشه؟ عملی باشه. و بعد از اون که مقطع های دیگر است که ماستری و دکترا هست، اونجا میطلبه ای حوزه ها که باید آموزش از طریق بحث استدلال باشه، چون ظرفیت ها بیشتر بالا میره و ما به اون ترتیب. و در رابطه به این که چقدر آموزش های عملی یا برنامه های عملی میتونه در روزنامه نگاری مهم باشه، در این رابطه هم کوتاه میخوایم بگویم این که حوزه ژورنالیسم یک حوزه خیلی بزرگ است. در یک تعریف خیلی کوتاه شما شاید بارها در کتاب ها هم خوانده باشین که میگن ژورنالیسم در گذر از تمام علومی انسانی هست، یعنی تمام علوم در خود در بر داره. کسی که ژورنالیست است باید از حقوق و مسائل حقوقی بفهمه، تجارت، بازاریابی و زبان ادبیات مهم است برایشان، برای دقیقاً کی مورد بدانن. با او دلیل یک حوزه خیلی وسیع است، ولی وقتی که حوزه به یه حد بزرگ است معمولا بخشای خیلی متفاوت و زیاد را داره، که از مصاحبه، گزارشگری، کارگردانی، تهیه کنندگی، حتی بخشای تکنیک، ویدیو برداری و گردانندگی، همه بخشای را در خود داره. و این بخشا بیشتر می طلبه که باید آموزش ها به گونه عملی به دانشجویان باشه. تنها ما اگر با تیوری بگیم شما باید مصاحبه را به این شکل پیش ببرین، این قاعده باید بفهمین تا یک مصاحبه کننده خوب باشین، نمیشه. ما باید دانشجو را روی همین میز قرار بدیم و در یک فضای استودیو باشه که حداقل وسایل باشه که با اونا عملی ما آموزش بدیم که واقعا یک مصاحبه به چه شکل پیش میره. اگر از این بود دیده شد واقعا برنامه عملی میتونه در خود ستایش باشه. تشکر از شما. خب حالا هم در ژورنالیسم رنا چی برنامه های عملی و رسانه ای را برای دانشجویان ژورنالیسم فراهم کردید و به چی شکل برای آنان آموزش میدید؟ خب دانشکده ژورنالیسم از جمله دانشکده است که بیشتر در رسانه ها تفاهم‌نامه همکاری داره و همواره طبق بازار رسانه‌ای اینا خدمات ارزه میکنه. اولا ما میبینیم که در رسانه‌ها یا در همین حوزه ما معمولا در سطح کاری یا در بازار رسانه‌ای چی چیزی کم بود داریم. ما امروزه یک خبرنگار به معنای واقعی نداریم در رسانه، و ایرات خود رسانه با ما اعتراف کردن و گفتن که ما به این شکل یک خبرنگار لازم داریم. وقتی ما خبرنگار به گونه واقعی میگیم یعنی چی؟ یعنی یک نفر باید هم یک
گرداننده خوب باشه، یک مصاحبه کننده خوب باشه، یک کارگردان برنامه تولیدی خوب باشه، یک تهیه کننده خوب باشه، ویدیو بردار باشه، حتی اید بخش های تکنیک ادیتور باشه و بهترین گزارشگر تلویزیونی باشه. تنها یک نفر است. و یک چیزی که متاسفانه امروز مراوج شده در رسانه این که ما به هر کس اصطلاح خبرنگار یاد میکنیم و این لقب به امیدیم. مثلا هر کسی تنها یک کسی است که تنها بحث های میز گرد و بحث های سیاسی رو میتونه خوب گردانی کنه، ولی گزارشگری نمیتونه، گویندگی خبر نمیتونه. ما به این میگیم خبرنگار، در حالی که خبرنگار نیست، این تنها یک گرداننده خوب است. خبرنگار گفتم که هسته که چندین حرفه‌ای را که در واقع در این حوزه هست رو باید فرا بگیره و عملا یاد داشته باشه که به این شکل برنامه اجرا کنه. به خاطر از اینکه ما بتونیم واقعا یک خبرنگار به معنای واقعی خبرنگار چندین حرفه ما با بازار رسانه‌ای آماده بسازیم، ما لازم دیدیم که باید تمام ژانرها را شامل برنامه‌های تقلیدی و ظرفیتی سیدی هایمان بکنیم. که از جمله ما برنامه‌های فرهیختگان داریم، هر بخش بازنام موندیم که به خاطر از اینکه دانشجویان ما تشویق شوند و واقعا رسمی وارد عمل شوند، ما برنامه نام گذاشتیم. یک از برنامه ما برنامه فرهیختگان است که در این برنامه دانشجویان عملا یاد میگیرن مصاحبه اختصاصی را. بعدش برنامه دیگه ما هست برنامه پویش که در این ما بحث های علمی و سیاسی و فلسفی دانشجویی را برگزار میکنیم و یک دانشجو اینجا عملا یاد میگیره که یک بحث چگونه پیش ببره و چگونه گردانندگی کنه. بعدش ما گزارش های تلویزیونی داریم که ما بتونیم به دانشجوی خود یاد بدیم که چگونه گزارش نوشته کنن، پروسه تولید گزارش چگونه است و اینا چگونه بتونن یک بالاخره یک بسته مکمل گزارش تلویزیونی را آماده بسازن. و در کنار از این ما بسته های خبری داریم که گویندگی خبر را به اینا تدریس میکنه، مستندسازی است و برنامه اجتماعی موجیگیری برنامه اجتماعی یک از برنامه نقطه اخیر است که اینا یاد میگیرن در برنامه اجتماعی چگونه نزدیک آمر ازایشان و چگونه حرفی ازی داشته باشن تا مخاطبان و خود جذب کنن و برنامه را به خوبی پیش ببرن. و در کنار از این ما برنامه تقریتی دیگه داریم که ایده بدان رو یاد میدیم، ویدیو برداری را، تصویر برداری را، کارا در کل گروهی است. اگر یک برنامه پویش ما داشته باشیم، سه دانشجو به عنوان مهمان اینجا میه که بحث یاد میگیره چگونه بحث کنه، یک دانشجو به عنوان گرداننده اینجا ظاهر میشه، یک دانشجو دیگه به عنوان ویدیو بردار که اونجا عملا استاد هست هم راهنمایی میکنه که از این برنامه چگونه اونا بتونن ویدیو برداری کنن. و در این حال وقتی که برنامه ثبت میشه، پس خود دانشجوی برنامه ایشون ادیت میکنه، ادیت هم یاد میگیره و این روند نوبتی است. و کسی که بار ویدیو بردار بود میتونه در برنامه بعدی مثلا پویش گرداننده باشه. و ما به این میشی ویره که در این برنامه ایره که شما اشاره کردین که باید ما به شما معرفی کنم، توسط این میشی و خواستیم ما خبرنگار چندین حرفه آماده بسازیم و با بازار رسانه اینا را درزه کنیم. حالا هم از آقای اکسیر سوال داریم که برنامه ایره که استاد اشاره کردن، شخص شما در کدام بخشای آن اشتراک داشتید؟ خب اولا سلام و وقت بخیر تقدیم میکنم تقدیم شما و همچنان تقدیم بیننده های رسانه البته رنا میدیا. استاد موضوعات را که اشاره کردن طبیعی هست، از آغاز سمستر که ما آمدیم اولین برنامه ای که ما البته در سطح عملی آمدیم اشتراک داشتیم ثبت خبرهایی بود در استودیوی رادیویی که به تعقیب اونا هر قدر که ما سمسترهای پیشرفته تر آغاز کردیم، ما آغاز کردیم برنامه های عملی دیگر را هم. در میان تمامی برنامه هایی که از جمله پکیج خبری هست یا هم ثبت گزارش های تلویزیونی هست و یا هم ثبت خبرهای رادیویی هست، در تمامی اینها اشتراک خودم در بخش مجریگری در برنامه های خبری یعنی پکیج خبری بوده. در ضمن در دیبت یعنی مناظرات هم اشتراک داشتیم و در ضمن کارهای عملی که اشتراک داشتیم و موثریت شدیدیم که تا این حد یعنی توانایی به من توانست توانایی به من ببخشه که من پیشروی کامره ظاهر شوم یا نزد چندین شخص صحبت بکنم، از جمله اشتراک کردن در تمامی برنامه ها بود. هرچند مصروفیت های بسیار نتوانستم به دلیل آنها اشتراک در تمامی برنامه ها داشته باشم، لیکن در سیمینار هایی که از طرف اساتید بر ما تعیین می شد و بعدا از طریق خود استودیو ما همکاری می شدیم، یعنی ما را دوباره اکمال می کرد، کامره را در خدمت ما قرار می داد و همچنان کامرمن و همچنان دانشجویان تمام کسایی که در گروه ما می بودن و می رفتیم دنبال سیمینار همراه وزارتخانه هایی که حقیقتا در
وزارت معارف ما رفتم اشتراک کردیم با سخنگوی وزارت معارف آقای استاد عالمی، ما صحبت هایی داشتیم که از همه قسمت یعنی تهداب اساسی درس های عملی خود را ما گذاشتیم که روز به روز ما سعودش به شکل خیلی چشمگیرانه میتونیم ببینیم. یعنی در کل ما تایید میکنیم تمامی صحبت های جناب استاد را و در ضمن یک چیز را باید یادآوری شویم که تبلیغات رنا نه تنها تبلیغات است بلکه واقعا توانسته که به حد کامل حقیقت ببخشه. صحبت هایی را که ما از طریق سوشال میدیا میبینیم یا هم تلویزیون میبینیم یا هم تبلیغات کتبی رنا را که میبینیم تمامشان به حد کامل معنای خود را توانستن در میان دانشجویان فراهم بسازن و پیدا بکنن. تشکر. و سوال بعدی از آقای زاهد، از اولین و آخرین برنامه ای را که شما در او اشتراک کردین با ما قصه کنین که تا چی حد فرق و پیشرفت ها را در آخرین برنامه ایتان حس کردین شما؟ تشکر. سلام بر شما و سلام به استاد که قسم خورده دانشجویش را چندین حرفه‌ای تربیه بکنه. اولین برنامه طبعا خیلی سخت می باشه، هرچی داره که ما تازه شروع می کنیم خیلی سخت است و مطمئنن که یک تجربه خوب هم میتونه باشه. روز اوله که ما آمدیم در کارهای عملی اشتراک کردیم، پویش بود که ما میخواستیم دور هم جمع شویم و روی یک موضوع بحث بکنیم، فکر کنم اخلاق بود. شبیه یک دکتاتور ما فقط میخواستیم حرف خود بقبولونیم بالای نفر مقابل، یعنی المن چیز نمیفهمیدیم، میفهمیدیم ولی گفته نمیتونستیم. مثلا ما بحث میکردیم روی اخلاق و نفر مقابله که برعکس ما گپ میزد ما پرخاشگری میکردیم که یعنی اگر هست نیست باید تعمیر قبول بکنیم. آهسته آهسته آمدیم وارد کارهای بعدی شدیم، مثلا گزارش تلویزیونی و بسته خبری و پویش که دور اولش ما بودیم. خیلی تفاوت آمد. آخرین برنامه که ما داشتم مناظره دانشجویی بود با تیم مناظره رنا که یک تیم از پویش بود و یک تیم از مناظره رنا. خیلی چالش برانگیز بود شخصا برای خودم گردانندگی در همچو شرایط، ولی تجارب را که من از استودیو گرفته بودم و در گردانندگی برنامه های تالار استفاده کرده بودم تمام اینا را حداقل تونستم که تا یک جای کنترل بکنم، چون خیلی دو تیم وقت مخالف هم می باشه. وقت ما در پویش بودیم مثلا تماما دانشجوی خود ما بود، ولی که ما میریم بیرون از دانشجوی خود ما مناظره میگیریم و بحث میکنیم خیلی چالش برانگیز میباشه. هر دو تیم کوشش به این میکردن که بقبولانن حرفای خودشان را بالا یکی دیگهشان و گردانندگی در همچو شرایط واقعا سخت بود که با کمک استادا و با تجربه که از اینا کسب کرده بودیم تونستیم خیلی راحت گردانندگی بکنیم. و یعنی وقت آدم نو شروع میکنه تا ای که بعدن که تقریبا این دو نیم سال شد که من در کارهای عملی هستم، از زمین تا آسمان میتونه تفاوت بکنه. به خاطر چی؟ هم شخصیت میسازه بر انسان، یعنی وقت داخل دانشگاه میشی و میای در کارهای عملی اشتراک میکنی مطرح میشی، بعد از او که مطرح شدی تو باید مطرح شدن تو نگاه بکنی. محبوب شدن میگن آسان است ولی نگهداریش خیلی مشکل است. و در کل تجربه خوبی را کسب کردیم و کسب کرده میریم. خب تشکر از شما. خب در سمستر گذشته مشخص چی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و ظرفیتی را از آدرس استودیوها برای دانشجویان برای انداختید؟ خب ممنون. ما آغاز کنیم از این برنامه یکی که در قبل نمروش اشاره کردم از برنامه فریختگان که گفتم اینا یاد میگرن مصاحبه اختصاصی را. ما در امسال کوشش کردیم که اولی برنامه رو ما ابتدا از کجا آغاز کردیم، از ما دانشجویان برتر داخل خود دانشگاه رنا را دعوت میکردیم برای اونا گفتگوی ویژه یا مصاحبه اختصاصی میداشیم در رابطه با فعالیت‌هایشان و دستاوردهایی که در طول دوره تحصیلی داشتن. بعدش آهسته آهسته وقتی که دانشجویان ما این قابلیت پیدا کردن، این توانایی را در خود دیدن که میتونن تا جای حرفه‌ای شدن و مصاحبه اختصاصی را خوب پیش برن، ما به اینا مد نظر گرفتیم که چهره های شناخته شده کشور را دعوت کنیم، خبرنگارای بیرونی را اینا را دعوت کنیم در استودیو با اینا مصاحبه اختصاصی داشته باشیم، که خوشبختانه به همین پلان ما موفق شدیم که تطبیق کنیم. و در طول سال ما آغاز کردیم از دعوت خبرنگارای که واقعا مطرح هستن در جامعه، از جمله میتونم یاد کنم از بانو نجوا عالمی،
بهترین گزارشگر افغانی که اینا جایزه پرانگر بین‌المللی را به دست آوردن. با اینا ما یک گفتگوی ویژه داشتیم، دعوت کردیم و تقریبش همچنان آقای وهاب قاطع که مربی زندگی هستن، نامنان شاید برنامه ایشان دیده باشن، برنامه انگلیسی و سیمونان رای زیاده را برنامه اندازن. با اینا برنامه داشتیم و به همی شکل با نقاشان و هنرمندان خیلی معروف کشور که مجسم اساس هستن و هنرهای متفاوت را از خود خلق کردن، با اینا دعوت کردیم، برنامه خوب داشتیم. با مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله برنامه خوبی رو داشتیم در اینجا و همچنان با سخی احمد پیمان رئیس اتاقای تجارت افغانستان ما گفتگوی ویژه داشتیم که یعنی واقعا دانشجوی ما امروز به حد رسیده که با اینی چهره ها میشینن ما پای صحبتشان و گفتگوی اختصاصی رو با اینا پیش میبرن. بعدش در برنامه دیگه گزارش های تلویزیونی ما، قبلا گزارش های ما داخلی بود، سوژه را انتخاب میکردیم که تنها در عموم محدوده خود داخلی دانشگاه ثبت میشد، ولی ما بار یک قدم فراتر گذاشتیم و خواستیم گزارش های بیرونی هم داشته باشیم و خوشبختانه واقعا دانشجوی خلاق ما در این تیم داشتیم که اینا دنبال واقعا سوژه ای بودن که کمتر از طرف رسانه های سوژه پوشش داده شده و گزارش روش ثبت شده باشه. اینا پرداختن، من میتونم چند سوژه را یاد کنم، از جمله که ما یک از گزارش‌هایی که خیلی مؤثر واقع شد، مفید بود، معرفی قصر چهلستونی کابل بود که واقعا یک گزارشی که نریشن داشته باشه و واکس و کلیپ و همه موارد باشه، به این شکل یک گزارش ویژه ما نداشتیم که رسانه از سوی رسانه پخش شده باشه. دانشجویان ما خوشبختانه موفق شدن و یک گزارش را تولید کردن از این باغ و تعقیبش یک گزارش یک سوژه دیگه که واقعا مؤثر بود و جالب بود در این حال، فرهنگ تاتو یا خالکوبی میانی جوانان، یک گزارش جالب بود که اینا ثبت کردن در این بخش گزارش های بیرونی بود البته در کل. و همچنان از جمله وقتی که ما آمدیم در اخیر سال و فصل زمستان رسید، ما با چالش آلودگی هوا روبرو بودیم و در این رابطه خواستم که دانشجویان ما اقدام کردن و یک دستاورد داشته باشن، گزارش داشته باشن. اینا یک گزارش دقیق آماده کردن، یک ماه سر از این گزارش کار کردن و واقعا وقتی گزارش رو آماده کردن که مؤثر تمام شد. بعد از اینکه گزارش ما نشر شد و در صفحات اجتماعی و صفحات رسمی دانشکده وقتی که نشر شد و به این شکل دست بده شد، این گزارش رسید تا به ارگ ریاست جمهوری و اونا اقدام کردن تا یک احکام ریاست جمهوری برای اینا تمام احکام داده شد که همه شرکت ها و همچنان بلاک هایی که از مواد سوخت غیر تصفیه شده اگر استفاده میکنن باید مسدود شد و واقعا همین کارم شد که ما از جمله موثرترین گزارش سال این انتخاب کرده می بود. و به همین شکل ما بسای خبری هم داشتیم که ما بسای خبری ما به گونه ای بود که با تولید گزارش های داخلی خود دانشجویان ما بود. وقتی ما یک خبر می گفتیم بعد دنبال همون خبر گزارش هم از دانشجوی خود ما بود. برای اولین بار موفق به تولید چندین بسته خبری شدیم و برنامه دیگه در کنار از این ما برنامه تقویتی از آدرس سیدی داشتیم، از جمله کارگاه آموزشی بود که آموزش برنامه های ادیت برنامه های رادیویی را ما داشتیم، مستند سازی داشتیم، عکاسی خیابانی داشتیم، آموزش ادیت برنامه های تلویزیونی یا پریمیر را داشتیم از آدرس سیدی و بدانجیان. و برنامه دیگه که واقعا موثر بود، ما یک تعداد از دانشجویان یک تیمی جور کردیم و در همون هنگامی که واقعا اوج آلودگی هوا بود و این مسائل در همه جا و رسانه پخش شده بود، دانشجویان ما اقدام کردن که باید به صورت رایگان ما یک ایده از ماسک ها را به شهروندان توزیع کنیم. البته این کمپاینشان به گونه اعتراض بود که مقامات باید در بخش متوجه شون و کارهای لازم انجام بدن. ما به این شکل کمپاین داشتیم که این موفقانه به پایان رسید و در کنار از این در بخش ما برنامه ما معمولا تجلیل میکنیم از برنامه ای که چندین سال است اینا تولید میکنن، از جمله برنامه ما پویش بود که دو سالگی برنامه را ما تجلیل کردیم و همچنان یک کتابخانه کوچک در فضای استودیو ما آماده کردیم، چون مطالعه واقعا یک مسئله حساسی است که امروز باید در چی جای رسمی و غیر رسمی باید فرهنگ مرایش ترویج بیا. و با اون دلیل ما حتی خواستیم از استودیوها همی کارش آغاز کنیم، یک الماری خیلی کوچک از کتابخانه را ما تنظیم کردیم که خود دانشجویان هر دانشجویی که میخواین مطالعه کنه باید یک کتاب بگذارن، کتابی را که خوانده قبلا، بعدش میتونن از جمله یک کتاب دیگر را برداره برای مدت یک ماه یا سه هفته میتونن مطالعه کنن و دوباره به این شکل یک
برنامه واقعا تقویتی بود، بخاطر از اینکه فرهنگ مصالحه بیشتر شوه این کار کردیم، نرز سیدیو آغاز کردیم و برای اولین بار ما یک برنامه میاری 30 دقیقه‌ای داشتیم. 30 روز در 30 دقیقه یک جمله برنامه جدیدی تولیدی دانشجویان هست که موفق شدن دانشجویان ما با توجه به نمو معیارهای اساسی خبرنگاری یک برنامه نیم ساعت سر اینا ثبت کنند و همچنان در کنارش از جمله اساسی ترین و مهمترین برنامه ما برنامه جشنواره دانشجویی بود که از دسترسی ها برگزار شد. دانشجویانی که در طول دو سال واقعا زحمت کشیدن ما از اینا تقدیر کردیم. 50 دانشجو در این رقابت ها اشتراک کردن، از جمله 50 دانشجو ما 14 دانشجو را با اهدای یک تندیس تقدیر کردیم که البته ما انتخاب کردیم بهترین گزارشگر سال، بهترین گردانده سال، بهترین ویدیو بردار سال، بهترین کارگردان سال و با توجه به اون برنامه تولیدی قبلا داشتن اینا برنامه‌شان نامزد کردن و در این جشنواره از دانشجویان تقدیر شد و در کل بله که از جمله یک از دانشجویانی که دانست بهترین گرداننده سال شد آقای زاید موین از دانشجویان عزیز و فعال ما هستن که در کنار من نشستن و در کل این برنامه بود که ما در طول سال برای دانشجویان داشتیم. بسیار عالی. خب معمولا هر دانشجو قبل از آغاز دوره تسلیخش رویای علمی زیاده داره که امی ژورنالیسم رنا تا چی اندازه توانسته که رویای علمی شما را به واقعیت تبدیل کنه؟ خب نکته مهم را اشاره کردی. هر انسانی که اقدام به خاطر آموختن یا فرا گرفتن کدام علمی میکنه و یا هم خصوصا ماینتر بسازیم به خاطر آموختن یک در دانشکده اقدام میکنه یا تلاش میکنه، طبیعی است قبل از قبل یک سلسله آرزوهای یا رویاهای همو شخص را وادار میسازد تا بره دنبال بعضی از دانشگاه‌های و همو دانشکده دلخواهش را آغاز بکنه. البته قبل از اینکه آغاز بکنم، خود دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات عامه قسمی که زاهد جان بیشتر اشاره کردن، برداشت ما از ژورنالیسم صرف همین بود که ما پشت کامری تلویزیون بشینیم و صحبت بکنیم یا میان چند فرد صحبت کرده بتونیم. شخصا بگویم که قبل از اینکه بیایم به ژورنالیسم رانا واقعا کسی بودم که از لحاظ جرأت و از لحاظ صحبت کردن خیلی توانی پایان داشتم، لیکن یکی از آرزوهایم همین بود که پشت میز قرار بگیرم صحبت بکنم و پشت کامره وقتی که قرار میگیرم صحبت بکنم یا موضوعات را که میخوایم دلخواه به اشتراک بگذارم با دیگه هموطنا یا با دیگه عزیزای خودم، همین توانایی را قبلا نداشتم که الحمدلله با فرا گرفتن این دانشکده در این دانشگاهی که واقعا همیشه وقت در تلاش همی است که باید هر دانشجویش به شکل اساسی و به شکل کامل در همون رشته خود رسیدگی بتونه، مرا کمک کرد تا توانایی صحبت کردن در پشت کامره را خیلی به شکل راحت بیاموزم. در ضمن مرا بیشتر کمک به این کرد که معنای کلی ژورنالیسم را بفهمم. قسمی که اشاره شد در آغاز برنامه، ژورنالیسم یک رشته هست که البته رشته باز هست، رشته نیست که مثلا کلوز شده باشه یا محدود شده باشه، بسته شده باشه. رشته هست که تمامی علمهای امروزی جامعه را در بر داره و روی تمامی اونا مضامینی که تدریس میشه در حسی شخصیت سازی یک انسان واقعا خیلی نقش موثر میتونه داشته باشه که با فرا گرفتن تمامی همین هرچند مشکلات هم که بود، اما باز هم مشکلات را کنار گذاشته، باز هم که آمده مشترک کردیم در این دانشکده تانستیم تا حد بتانیم که همه رویاهای خود را به حقیقت مبدل بسازیم. البته این مسیر را هنوز هم ادامه داره، چون از جمله کسایی هستیم که هنوز هم تحصیلات ما ادامه داره در این دانشکده و انشالله من مطمئن هستم چون کارهای عملی این دانشکده را دیدیم و پیشاپیش میتونم قضاوت بکنم که بگم تا با وقت مرحله فارغ شدن از دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات عامه دانشگاه ایرانا میتونم یک کسب یک لقب خبرنگار خوب را داشته باشم. خب تشکر. پیامتان برای متقاضیان رشته ژورنالیسم که دنبال یک فضای بهتر اکادمیک هستن چی است؟ خب حالا هر شخصی که دنبال یک دانشکده میره به خاطر آموزشش طبیعی است پیشاپیش تمامی منفعت‌های مادی و معنوی او را می‌سنجه بدن تصمیم می‌گیره به خاطر آغاز کردن یک دانشکده تا اینکه متخصص خود را یعنی تخصص خود را کسب بکنه، یک انسان متخصص در همون رشته شناخته شوه. دانشگاه رنا البته خصوصا دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات عامه
توانسته که به حد کامل به ما زمینه های کارهای عملی را فراهم بسازه و در ضمن کسب تجارب خیلی یعنی موضوع خوبی است که باید اشاره کنم. تجارب خیلی خوبی یک انسان اگر میخواهد بیای ژورنالیسم را آغاز بکنه یا متعلمی که قرار است فارغ شده و دوره دانشگاهی خود را آغاز بکنه، پیشنهاد میکنیم برشان که من حیث یک متعلم وقتی که میرن پا میگذارن به مرحله کسب تحصیلشان، تحصیل دوره لسانسشان، بیاین از ژورنالیسم رنا آغاز بکنن، چون که رنا با وجود ای که آموزش میده بر تمامی محصل خود تجارب هم میده. به اساس همین صحبت ها میتونیم پیشنهاد بکنیم برای هر شخصی که بیاین ژورنالیسم را در دانشگاه رنا فرا بگیرن، تا ای که با وجود ای که در ضمن ای که میتونه آموزش خود را تقویت ببخشه، میتونه از خود مهارت های خصوصی که در دانشکده ژورنالیسم نهفته همچنان بهره مند شه. دوستای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز. در این قسمت برنامه نوید موسازه یکی از دانشجویان فعال را با خود داریم که تازه با ما پیوست. آقای نوید سلام و خوش آمدید. به اساس معلوماتی که داریم شما در یکی از رسانه‌های تلویزیونی کار میکنید. برنامه کارعملی ژورنالیسم رنا چقدر توانسته که به شما کمک کنه که در رسانه را یابین و همچنان چقدر توانسته که شما بهتر کار کنید؟ ممنون از سوالتان. سلام به شما و دو مهمان عزیزتان. در جنب بس کارهای عملی بیم، کارهای عملی واقعا چیزی بود که مرا واقعا ما هدف که میخواستم دست پیدا کنم تا جای مرا رسان. کارهای عملی گفتم میدونه مثل روح و جسم ماری هستن. فقطورم کارهای عملی بود که مرا خیلی تا اهدافی که میخواستم برسم مرا رسان دیگه. یعنی کوشش و زحمات اساتید عزیزم بود که مرا رسان دیگه. و برنامه ما در وقت خبری و گذار ما کلان عمومی کار کردن دانشکده خود ما برام فعلا برنامه یک خود رسانه زیر دست دارم و در این فرصت چه طریقم رسانه نشه شوا همین زحمات استاد بود این برنامه بود که من خیر میتونم راحت برنامه خود پیش ببرم. یکی از برنامه های ظرفیتی را یاد کنید که در طول سمستر واقعا برایتان موثر بوده. یکی از برنامه های ظرفیتی برنامه ظرفیتی استودیو ماشاءالله زیاد است، هر کدامش به نحو خودش یک چیز را میرسونه. مثلا اگر در بخش کامرا کار کنیم یا در بخش خبر یا در بخش گزارش تلویزیونی یا در نقطه اخیر یک برنامه مشکل است که بگیم. برنامه هایی که شخصا روی خودم تأثیر گذار بوده پویش بعض استدلال علمی، گردانندگی، گزارش تلویزیونی، اینا چیزهایی است که مارکت امروز نیاز داره و ما آدم حرفه‌ایش نداریم. من قبلا براتون گفتم که استاد فرشاد یکی از آدمایی است که قسم خورده دانشجویاش را مولتی ژورنالیست یا ژورنالیستای چندین حرفه‌ای باید فارغ بوده. یعنی در جامعه ما امروز ما یک نفر نداریم که بره گزارشش را آماده بکنه، بیای نریشن نوشته بکنه و دوباره اون نریشن و گزارشش را ادیت بکنه. طبعا او که گزارش آمده میکنه میای یک نفر دیگه برش نریشن نوشته میکنه، یک نفر دیگه میای او را ادیت میکنه. ولی ما که وارد کارهای عملی شدیم و در دانشکده ژورنالیسم رنا درس میخوانیم، بیرون از پهنتون که برای ما میتونیم که ادیت بکنیم، میتونیم که گزارش ما را خودم آمده بکنیم. همچنان در بسته خبری که ما در می سمستر گذشته تازه آغاز شد این ژانر خبرنگاری، حتی و بعض وقتا میشه خودم را خبر نوشته میکنیم، خودم را میخوانیم، یکی از ما کامرا هست، یکی... یعنی تمام اینا تأثیر گذار هست روی ما که بتانه ما را بسازه بر مارکت که در منتظر ما هست. و من مطمئن به این هستم که وقت دانشجوی ما از رنا فارغ شود، رسانه های افغانستان یک سمت و سوی دیگه به خود میگیره. من به امیدوار هستم و مطمئن هستم. خب یک خاطره که انگام ثبت برنامه ها داشتین شما میشه بگوین؟ یکی از خاطرهایی که زیاد با مجالب است، من همیشه بون خراسانی میگفتن در چند برنامه. اولین برنامه که با استادکی میداشتیم افراد زیاد از چند نفر از بانوان بودن و فقط دو سه نفر ما بچه ها بودیم.
دو سه سوال از دخترها گرفت استاد حکیمی، بعد آمد روی من میگفت بانو حلیمی مثلا، بانو وحیده، بعد آمد روی من گفت بانو خراسانی، برنامه به هم خورد. بعد از او چند برنامه دیگه پیش آمد که میگفتن، چون بعد از دخترها معمولا میامد سر ما بانو خراسانی میشد و خیلی جالب تمام میشد به من. خب و همچنان شما نوی جان یک خاطره جالب که از جریان ثبت برنامه ها دارین میشه بگوین؟ ما سوال دارم، یک خاطره جالب از ما کهش و خیلی در طول عمرو شاید از یاد نره. سم سر دو بودیم، مختار کارهای عملی بود، یک کارخانگی بود گفتم میتونیم، تقریبا چهار نفر در یک گروه بودیم و فدراسیون فوتبال افغانستان رفته بودیم که ممرای مربی تیم دخترای مسابقه داشتم. کلان برنامه تقریبا 15 دقیقه طول کشید و برنامه به شکل خیلی فوق‌العاده‌اش به پایان رسید، ولی در آخر اینکه ما دیدیم اصلا ساوند از برنامه وجود نداشت، یک کارت مباری کارت نکرده بود. خیلی برای جالب تمام شد برنامه. آیا برنامه های عملی میتواند که روی شخصیت و رفتار یک دانشجو تأثیر گذار باشد؟ طبعا یک مطلب است میگن که دانشی که نتواند تغییر ایجاد کند پس بیفایده است. وقتی ما در لحظات آغاز برنامه آمدیم از اهمیت و وسعت ای حوزه صحبت کردیم، پس معلوم دارست که ای حوزه و ای رشته میتونه چی در بودی نظری باشه، چی در بودی عملی باشه، تاثیر فراوان بالا یک دانشجو بگذاره. و سوال شما مشخصا در بخش عملی بود. اگر ما در این رابطه بپردازیم این که ببینید زمان یک دانشجو مثلا اینجا در تایم روزانه رو ما بر شما مثال بگویم، از ساعت 9 الی 11 می درسای علمیش در صنف فرا میگیره و درس میخونه. بعد از ساعت 11 و نیم به اینا فرصت از تا 1:30 یا 2 بجه که بتونن برنامه عملیشان را ثبت کنن و عملا در استودیوها باید آموزش ببینن. وقتی که یک دانشجو میای از صبح وقت و ببینید تقسیم اوقات از چی گونه است میشه، میای درس های علمی شب میموزه، بعد از ساعت 11 نیم الی تا ما بوده دانشجو ما تا 3-4 بجه بعد از اون مکمل در استودیو هستن، برنامه ثبت میکنن، سوال آماده میکنن، مقدمه جور میکنن، ادیت میکنن برنامه ایشان، مشوره میگیرن، کارهای گروهیشون انجام میدن، با استادای عملیشان که دیبخشن با مسئول استودیو میشینن صحبت میکنن در رابطه با برنامه آینده ایشان کار میکنن. یعنی این اتومات برای یک دانشجو به طور خودکار یک اهداف سازی میشه، برایش اهدافش مشخص میشه که واقعا روی این میرشته میخواین حرفه ای شون، میره درس علمی شون میگیره، بعد از درمه عملی اینجا کار میکنه. یک یعنی مفیدیتی برنامه‌ای است که دانشجو رو واقعا مصروف میسازه و عمو درس هایشان و کارهایشان و اینه بیشتر برشان اهدافشان مشخص میسازه که تو در اینی رسته در حرکت هستی و باید به اینمی بخش خواهد برسانی و حرفه ای شوی. بعدش وقتی که نومین و برنامه ثبت میکنن، تولید میکنن، طبعا اینا وقتی برنامهشان نشر میشه اینا در جامعه مطرح میشن، اینا میشناسن. ما عملا نمیاله، ما بارها روزانه پیامای متفاوت دریافت میکنیم که خبرنگاران تا خارج از مرز ما داشتیم که خبرنگار از وی او ای صدای امریکا با ما پیام کرده بود، تقدیر کرده بود از دانشجویان ما، حمایت کرده بودن که واقعا یعنی در خور ستایش است که یک دانشجو به این دوره میایه با سطح یک خبرنگار یک برنامه معیاری نیم ساعته را ثبت میکنن. از جمله تلویزیونایی که در شهر لندن نشراتشان دارن، چینل افغانی هست، اونا حتی برنامه ما را دنبال میکنن و دانشجویان ما را میشناسن که با چه حد ظرفیت دارن و کار میکنن. به این شکل مفیدیت دیگه ایش همی است که دانشجویان ما و در کل همی تلاشایشون را به تصویر کشته شده، اینا مطرح شدن در جامعه. اما همچنان موضوع بعدی که فراموش منش را باید بگم، در کل وقتی که این موارد پای همدیگر قرار میگیره، برای یک دانشجو شخصیت سیاسی سازی میشه و یک شخصیت مثبت در جامعه میگیره و وقتی که از این فرق میشه طبعا با یک تجربه خیلی زیاد علمی و عملی وارد بازار کار رسانه‌ای میشن که میتونه خودش یک موثریت بزرگ در بخش تاثیرگذاری روی دانشجویان باشه. تشکر. امکانات و تجهیزات استودیوهای این دانشکده را چگونه دریافتین و همچنان واقعا تانسته یعنی وسایلی که بر تولید یک برنامه معیاری لازم است شما در استودیو داشته باشین یا که خیر؟ ممنون از سوالتان. روی بس تجهیزات ای بی ام وقتی فصل می ما چون نسم سر اول بودیم، ما کامره های خیلی کلان کار میکردیم و کامره هایی بود که فقط تقریبا میتونست یک گروه یا دو گروه بزن سر کار کنه. بعد از این اما گفتی سا کیمی بودیم، ما از اندک شروع میگیم، اندک خود میافزاییم، همی از اندک ما شروع کردیم. سوال دیگه اومد و سپاسگزاری میگم از ایتر برای خود دانشکده که با ما وسایل موثرتر خدمت ما قرار داد، واسه خیلی مسائل بود که ما تونستیم بهترین برنامه خود اجرا کنیم. چرا باید یک دانشجو ژورنالیسم رنار انتخاب کنه؟ خب سوال جالب و اساسی را شما اشاره کردین. دلایل واقعا خیلی زیاد است که ما میتونم بگم. اول اینکه
دانشکده ژورنالیسم دانشگاه ایرنا مؤسس برنامه‌های عملی تولیدی دانشجویی در سطح کشور است. یک دلیل قانع کننده حضور میتونه ای باشه. دوم این که دانشکده ژورنالیسم فضای کسب تجربه رسانه‌ای را برای یک دانشجو اینجا فراهم کرده. و بعدش همچنان ما قانونی هستیم که خبرنگار چندین حرفه آماده می‌سازیم با بازار رسانه‌ای. و همچنان اگر بیایم در بخش نظری بپردازیم که نصاب درسی ما بر روز هست و ما عملا تحقیق میکنیم، حتی دانشجویان ما که فارغ میشن از اونا ما دوباره با اونا صحبت میکنیم و جلسه میکنیم که واقعا شما که فارغ شدین در بازار کار حالا هستین، بازار کار چی نیاز داره شما، ما باید نصاب ما را بر اساس کدام موارد تنظیم میکنیم و چی مضامین واقعا نیاز است که شامل نصاب ما شوه. یعنی با اینمی فعالیت ها و اینمی خدمات واقعا من فکر نکنم بدر کشور در سطح کشور حتی کانون‌های علمی کمی پیدا میشه که همه این موارد داشته باشه در خود و چون خدمات موثر برای یک دانشجو فراهم بسازه. واسه همین اینا را که من در نظر بگیم خودش دلایل قانع کننده و بزرگ است که میتونه ژورنالیسم در یک فضای خوب برای عزیزانی که علاقه‌مند هستن اشتراف فرا بگیرن و به طور حرفه‌ای و تخصصی اینجا یک مکان خوبی برایشان بوده میتونه. خب پیامتون برای متقاضیان رشته ژورنالیسم که دنبال یک فضای بهتر اکادمیک هستن چی می باشن؟ تشکر. فعلا ما در نزدیکی های کنکور قرار داریم و معمولا کسایی که فارغ میشن از صف 12 هم دنبالی میگردن که یک کانون را پیدا بکنن که همون رویاهای علمی را که خودشان در ذهنشان پرورش دادن را پیدا بکنن و همون رشته را که میخواین فرا بگیرن. دانشکده ژورنالیسم دانشگاه رنا قسمی که امسال شعار انتخاب کرد که تجربه منحصر به فرد و تکرار نشدنی، امروز ژورنالیسم رنا ما به صراحت میتونم بگویم که البته اخراق نیست، یه چیزی هست که میتونن برنامه های ما را کسایی که مخاطبین ما هستن ببینن. شاید در سطح افغانستان به این ویژگی کسی ژورنالیسم درس نده، هم از نصابش هم از کارهای عملیش که یعنی قسم شخصیت سازی میکنه و دانشجویاش قسم در کنار دانشجویش می باشه که انسان تحس میکنه که رنا خانوادهش هست و دانشکده ژورنالیسم خانوادهش هست و کسایی که میخواین که رشته ژورنالیسم را فرا بگیرن از رنا کرده جای بهتر نمیافن. و این پیام ما برشان است که اگر میخواین که در جای ما بشینن و یک بحث را پیش ببرن و در جای خودت بشینن گردانندگی بکنن و از امین جا آغاز میشه. ما خیلی دانشجویی را داریم که در رسانه ها کار کردن از طریق همی برنامه های عملی که داشتن و اگر میخواین که یکی از ما باشن میتونن رنا را انتخاب بکنن. برنامه امروزی ما در امینجا به پایان میرسد. تا برنامه هفته بعد، الله نگهدار. رنا، شکوفایی استعدادها.